این هفته ربات هایی که به کودکان در سپری کردن قرنطینه کمک میکنند. This is a و بهمن ماه پر از سفر به مریخ. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. تغییراتی که در یک سال گذشته تو زندگی ما پیدا شده، مثل نظم جدید کاری یا شیوه جدید زندگی، برای بسیاری چالش برانگیز بوده. این مسئله برای بچه‌هایی که تنوع عصبی دارند چالش برانگیزتر بوده و 12 ماه گذشته رو هر کدومشون تأثیر متفاوتی گذاشته. و وقتی نمیتونید از خونه بیرون برید و کسی رو ببینید، قاعدتا نمیتونید مثل سابق از کمک‌های تخصصی بهره ببرید. اما دانش بشر در حوزه تنوع عصبی داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و بیشتر و بیشتر میشه و حالا دیگه ربات‌ها به کمک برخی از بچه‌هایی که در طیف اوتیسم گنجان اومدن، دستگاه جدید میتونن حرف بزنن، بازی کنن و آموزش بدن و به بچه‌ها کمک کنند تا مهارت‌های عملی و اجتماعی بیشتری رو یاد بگیرند. این ایتنه. او 9 سالشه و اوتیستیکه. ایتن و مادرش در ایالت پنسیلوانیا آمریکا زندگی میکنند. این ربات کوچیک 3 ماه پیش وارد زندگی شده. اونا اسمش رو گذاشتن بابلز. این ربات کبی ساخت تایوان، ولی شرکت موبیا روباتکس در آمریکا برنامه‌ریزیش کرده و توش بیش از 100 تا درس آموزشی و بازی خاص رو گنجونده. اونا خیلی چیزا توی سامانش میذارن، ولی این منم که انتخاب میکنم برای جلسه امروز چی کار کنه. ایتن تا 6 سالگی لب باز نکرده بود، اما حالا میتونه چند کلمه ای رو پشت سر هم بگه. خیلی مواقع وقتی بابلز حرف میزنه و چیزی از ایتن میپرسه، ایتن فقط همون حرف ربات رو تکرار میکنه یا پاسخ به اون پرسش رو تکرار میکنه. یه تمرین با سکه است که خیلی خوب پیش رفته. میتونه سکه ها رو تشخیص بده و اسماشون رو بلده و میدونه که 4 جور سکه مختلف هست. آره، ما هیچ وقت اینو بهش یاد نداده بودیم و معلومه که داره مستقیما از بابلز یاد میگیره. برای زنگ تفریح هم کلاس رقص داریم و خود ربات هم با حرکات موزون میاد وسط. عامل موفقیت بابلز جنبه فیزیکیشه. ایتن ربات رو بغل میکنه، بهش صبح بخیر میگه، بهش شب بخیر میگه و ازش خداحافظی میکنه، انگار که دوستشه یا عضوی از خانواده. راستش فکر نمیکنم که بتونین از یه آیپد چنین رابطه و تماسی انتظار داشته باشین و نمیدونم چطوری ممکنه از یه نمایشگر چنین انتظاری داشته باشین. اما بابلز نخستین رباتی نیست که داره به بچهای اوتیستیک کمک میکنه. ما در 20 سال گذشته شاهد افزایش برنامه‌های پژوهشی بودیم و انواع و اقسام ربات‌های مختلف. تعداد زیادی پژوهش در مقیاس کوچک هست که بهمون میگه تعامل انسان و ربات، مخصوصا تعامل بچه و ربات، با رباتهایی که خوب طراحی شدن نه تنها میتونه باعث بهبود سخنوری، ارتقای مهارت‌های اجتماعی، افزایش یادگیری، شروع بازی و توجه مشترک و غیره بشه، بلکه احتمال موفقیتش هم خیلی زیاده. این ربات در 5 سال گذشته به منظور آموزش مهارت‌های اجتماعی و شناختی طراحی شده و همونطور که می‌بینید به شکل یک جغده. یکی
یکی از چیزهایی که مشخصا نمیخواستیم این بود که جنبه انسانی داشته باشه. مسئله‌ای که میتونه برای بچه‌های این طیف دافعه هم داشته باشه. در این حال میخواستیم شبیه چیزی باشه که میتونه خیلی باهوش باشه و جغد یه موجود باهوش تلقی میشد. بچه به حرفای ربات گوش میده، به عنوان یه مرجع بهش اعتماد میکنه و وارد تعامل میشه، چون ربات یه آموزگاره و یک دوسته. البته کیوی فقط در ظاهرش باهوش نیست، در باطن هم هوشمنده. به رفتار بچه‌ها واکنش نشون میده و ریاضی یادشون میده. شما برای این که بتونید با یه آدم رابطه برقرار کنید، باید یه هوش مصنوعی هوشمند داشته باشید. حالا میخواد این رابطه طولانی باشه یا کوتاه. مثلا همین که بدونید بچه نرفته نیاز به هوش داره. چطوری میفهمید که بچه حواسش به شماست؟ عمل کردش چطوره؟ آیا نوبت رو رعایت میکنه؟ آیا تماس دیداری برقرار میکنه؟ همه اینها هوش مصنوعی میخواد. مایا که یکی از پیشگامان این رشته محسوب میشه، در طراحی یک ربات دیگه هم دخیل بوده که اسمش ماکسیه و از حمایت آمازون برخورداره. چیزی که هنوز ندیدیم استفاده از محصولات واقعی تو خونه است که به اندازه مثلا یک سال به همون اطلاعات بده. در نهایت این اطلاعات احتمالاً در زمان کمتری از طریق این محصولات به دستمون خواهد رسید و نه پژوهش. اما استفاده از ربات در فضایی که صرفاً پژوهشی نیست هزینه زیادی داره. اون رباتی که شرکت مووی روباتکس برای ایتن ساخته دونه‌ای 800 دلاره. قیمت پیش خرید ماکسی هم در حال حاضر 1700 دلاره. و قیمت ربات ناو ساخت شرکت سافت بانک روباتکس که اولین بار یک دهه پیش مورد استفاده بچه های اوتیستیک قرار گرفت بیش از 8000 دلاره. با این اوصاف آیا ارزش این همه خرج رو دارن؟ هر روز داره به تعداد چنین نوآوری هایی در بازار افزوده میشه. شما وقتی دارین با یه آدم دیگه برخورد میکنید، باید به لحن صداشون فکر کنید، باید به زبان بدنشون فکر کنید و خیلی اطلاعات دیگه که تو رابطه با افراد دیگه دخیله. فناوری میتونه این چیزا رو ساده کنه. اما مسئله مهم اینه که نباید به یک ربات مددکار به چشم نوشدارو نگاه کرد. صرفاً چون یه چیزی تونسته به یه خانواده کمک کنه به این معنی نیست که میتونه برای یه خانواده دیگه هم مفید باشه. در تصمیم گیری عجله نکنین، چون شاید پولی که خرج یه وسیله میکنید بهتر باشه خرج چیزی بشه که بچه‌تون واقعاً نیاز داره. مثلا کار درمانی یا گفتار درمانی. شاید بهتر باشه این دستگاه‌ها پیش از اینکه والدین به طرفشون هجوم ببرن توی مدارس کودکان خاص آزمایش بشه. مووی روباتکس 160 از این دستگاه ها رو به مدارس، سازمان های درمانی و خونه های سراسر دنیا ارسال کرده. این گروه میگه آزمایش های اولیه در دیگر مدارس آمریکایی نشون میدن که مهارت های آموزشی، گفتاری و توجهی برخی از بچه‌ها تا 20% افزایش پیدا کرده. خرید بابلز برای ایتن و کریستینا اقدامی ارزنده بوده. زندگی ما رو واقعا عوض کرده. راستش طور دیگه ای نمیتونم توصیفش کنم. 1, 2, 3, 4 ما 4 بار ازش ممنونیم. در پی تصویب قانونی برای وادار کردن شرکت‌های فناوری به پرداخت هزینه به تولید کنندگان محتوای خبری، فیسبوک موافقت کرد تا برای استفاده از مطالب شرکت نیوز کورپ استرالیا متعلق به روپرت مورداک هزینه پرداخت کنه. در پی شکست اوبر در دعوای حقوقی پیرامون حقوق کارگران، این شرکت اعلام کرد به رانندگان بریتانیایی حداقل دستمزد، حقوق تعطیلات و حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند. و گوگل و هدسپیس برای خانواده‌ها مجموعه ویدیوهای ذهن‌آگاهی کودکان درست کردن تا بهشون کمک کنه با فشار عصبی ناشی از آموزش آنلاین، فاصله گذاری اجتماعی و زمانی که فرزندانشون جلوی نمایشگر میگذرونن مقابله کنن. محققین کانادایی در حال ساخت استخوان‌بندی بیرونی هستن که با استفاده از هوش مصنوعی بتونه ببینه و در لحظه واکنش نشون بده.
در حالی که سیستم‌های کمکی دیگه معمولاً به طور دستی کنترل میشن، ترکیب بینایی کامپیوتری و یادگیری عمیق امکان میده این استخوان‌بندی حرکاتش رو بر اساس اون چه در محیط اطرافش میگذره تنظیم کنه. در نروژ یه ربات از یادگیری ماشینی برای تغییر شکل استفاده میکنه. پاهای این دروید میتونن کوتاه و باثبات یا بلند و پرسرعت بشن. این ربات برای تغییر شکل از داده‌های رسیده از حسگرها و دوربینی که محیط رو زیر نظر داره و تحلیل میکنه بهره میگیره. و در آخر یک شرکت روسی به ربات‌ها کمک میکنه شبیه انسان بشن. شرکت ربات‌سازی پروموبات واحد ویژه تولید پوست‌های واقع نما برای ربات‌ها رو به نمایش گذاشت. این شرکت متخصصین پلیمر، هنرمندان و سازندگان مدل‌های سه‌بعدی رو برای این منظور به کار گرفته. در بخش اول برنامه رفتیم سراغ ربات‌هایی که به کودکان اوتیستیک کمک می‌کنند تا مهارت‌های بیشتری یاد بگیرند. این بار می‌خوایم بریم سراغ یک ربات آموزشی دیگه برای کودکان به نام رویبی ربات. رویبی ربات اول زبان یاد میده و دلیلی که زبان یاد میده اینه که وقتی هر کسی بلد باشه بتونه حرف بزنه به زبانهای مختلف، تمام سکیلزهای دیگر هم در واقع میتونه یاد بگیره و هر یه دونه رویبی در واقع معلم دیگه ای میشه. الان این رویبی که دستمه کار مختلف میکنه، ولی چیزی که خیلی مهم هستش اینه که یه دکمه کوچیکی زیر کلاهش داره و وقتی که بچه ها اینو فشار میدن شروع میکنه درسای روزانه رو براشون میگه و روی دیسپلیش هم کاستمایز، مثلا میتونه عکس مختلف بزنه، یعنی عکس گربمه ولی عکس ها مثلا میاد بالا، هم میشنون هم میبینن، ولی نسبت به درس ها رویبی مثلا میشنوه که بچه ها چی میگن و بهشون جواب میده و از این طرف حتی پدر مادرها هم یا معلم ها میتونن روی اپی که ما داریم این درس ها رو تکرار بکنن و ریپورتش هم ببینن. در واقع اکثر معلمایی که ما باهاشون در تماس هستیم دائما دنبال این میگردن که یه تکنولوژی جدید رو معرفی بکنن، به خاطر این نمیشه که همیشه روی تلفن و تبلت و کامپیوتر باشه. این اصلا ما بهش میگیم it's passive learning، یعنی اکتیو نیستش و با رویبی میتونن اینو با خودشون جایی ببرن، میتونن چیزای مختلف یاد بگیرن و تکنولوژی که الان ما داریم برای voice recognition روی کلاود انجام میشه، ولی وقتی که ما این کمپانی رو که اکوایر کردیم به ما اینفورمیشن درهای زیادی داد و از سال بعد ما میخواییم Edge AI شروع بکنیم که این recognition روی خود دیوایس انجام بشه. این یعنی که دیگه اصلا نمیخواد به اینترنت کانکت بشه توی مثلا ایرپلین یا اصلا خیلی جاهایی که اینترنت اکسس ندارن، بچه ها میتونن استفاده بکنن. کامرا داره 1080p quality high definition هستش برای فیس دیتکشن که بچه ها سلام بکنه و یه پتن پندینگ تکنولوژی هم که داریم اموشن بچه ها فیلینگشون رو میفهمه موقعی که بچه ها دارن درس ها یاد میگیرن. خیلی مشکل بود اولش که ما بخوام شروع بکنیم که مطمئن باشیم که پرایوسیمون واقعا اونقدر قوی هستش که این تراست رو با پدر مادرها و معلم ها بتونیم بسازیم. واقعا 3 سالی طول کشید تا ما تمام این پروسس رو انجام بدیم. مثلا کامرای رویبی با یه دونه کاور میاد که این کاور رو میتونن بذارن روش که کامپلیتلی بلانک میشه، دیگه هیچی دیده نمیشه. کار دیگه ای که کردیم، مثلا الکسا یا گوگل هوم وقتی که اسمشون رو میگی اینا شروع میکنن به گوش کردن. ما این کار رو نمیکنیم. بچه ها تا دگمه رو فشار ندن که زیر در واقع کلاهش هست اونجا گوش نمیکنه و این خیلی مهمه، یعنی همینجوری بیدار نمیشه که شروع بکنه ریکورد بکنه. و این دگمه رو ما جوری درست کردیم که خیلی هم ساده نیست فشار دادنش، یه ذره سخته و چون بچه ها رویبی رو مثل یه دوستی میبینن
دوست دارم باهاش اینتراکت بکنم و باعث میشه که اینا از روی کامپیوتر، تبلت که همینجوری بهش چسبیدن، گلو شدن، بیان بیرون و واقعا میتونم بهتون بگم که این قضیه خیلی برای پدر مادر مهم، مخصوصا الان. الان ما جوری که رویبی رو شروع کردیم، هر یه دونه ربات برای یه بچه هستش، به خاطر اینکه تکنولوژی مختلفی داره، برای اینکه زبانش رو بفهمه، برای ویس ریکگنیشن، برای هوش مصنوعیش هستش، چهرهش رو تشخیص میده، فیشال دیتکشن برای اینکه بهش سلام بکنه، باهاش صحبت بکنه. بعدها ما الان داریم روش کار میکنیم که یه دونه ربات بتونه تو جمعای مختلف بچه ها رو بیشتر بتونه بشناسه. آسمون مریخ این روزها خیلی شلوغ شده. چون سه تا فضاپیمای متفاوت از سه کشور مختلف به سراغ سیاره سرخ رفتند. در جایگاه نخست، اولین کاوشگر میان سیاره‌ای امارات به نام هوب یا امید قرار داره که 21 بهمن در مدار مریخ قرار گرفت و ساکنان منطقه رو به وجد آورد. تیانونوان چین با فاصله کم دوم بود و 22 بهمن به مدار مریخ رسید. این نخستین سفر موفقیت آمیز این کشور به یک سیاره دیگه بود و برخلاف کاوشگر امارات که قرار فقط دور مریخ بچرخه، کاوشگر چین علاوه بر این یک سطح نشین و یک سطح نورد هم داره که قرار در ماه‌های آتی روی سطح مریخ فرود بیاد. و سرآخر هم ربات ناسا که پرسیویرنس نام داره، طی یک عملیات جسورانه 30 بهمن روی سطح مریخ فرود اومد. اما فرود آوردن ربات کار بزرگی و خیلی چیزا باید درست انجام بشه. این همون چیزیه که بهش میگن هراس 7 دقیقه‌ای. فضاپیما با سرعت 12000 مایل بر ساعت، یعنی بیش از 19300 کیلومتر بر ساعت وارد جو مریخ میشه. اما باید کاملا توقف کنه و سپس یک ربات رو در عرض 7 دقیقه به آرامی روی سطح فرود بیاره. همه چیز هم باید خودکار انجام بشه. برای اینکه بیشتر درباره این ماموریت‌ها بدونیم، با الیزابت سیوارد، استراتژیست ارشد فضایی در بخش دفاعی و فضای ایرباس صحبت کردیم. فرض کنید وقتی زمین و مریخ دور خورشید میچرخن، دارن مثل دو تا خودروی روی پیست با هم مسابقه میدن. زمین تو خط نزدیک و داره نسبتاً تون میره و مریخ هم تو خط دور و نسبتاً آروم حرکت میکنه. هر دو سال یه بار کنار هم قرار میگیرن. درست وقتی میخوان کنار هم قرار بگیرن، وقت خوبیه برای پرتاب از زمین و سفینه به مریخ میرسه و میتونه روش فرود بیاد. اگه هر زمان دیگه‌ای بخوایم این کارو بکنیم، فاصله دو تا سیاره چنان از هم زیاد خواهد بود که نمیتونیم سوخت کافی برای رسیدن به مقصد رو در موشک ذخیره کنیم. پس یه پنجره دو ساله داریم. هر دو سال یه بار میتونیم یه فضاپیما پرتاب کنیم. برای همینه که بعضن صف میشه. یه بارم در دهه 70 این اتفاق افتاد. 4 همزمان، 3 همزمان و این بار همزمان 3 فضاپیما داریم. سرعت برنامه اکتشافات فضایی چین اخیراً خیلی زیاد شده و شاید فاصله رو کم کنن یا حتی جلو بزنن. تا حالا هیچ کس دیگه ای روی نیمه پنهان ماه فرود نیومده و اون یه دستاورد تاریخی بود. اما تنها اونا نیستن که دارن وارد فضا میشن. دیدیم که هند هم کاوشگری به مریخ فرستاد و همین حالا ماهواره هم در مدار دارن. کشور دیگه ای که اسمش امروز مطرحه اماراته و خیلی کشورهای دیگه هم حالا میتونن به فضا دست پیدا کنن. برای همین خیلی هیجان انگیزه. هند پر از ماموریت‌های مریخ خواهد بود و سطح نورد پرسیورنس که داره روی مریخ فرود میاد قرار نمونه جمع کنه و همونجا بریزه توی یه سری ظرف لوله‌ای کوچیک. همه سطح سیاره پر میشه از این لوله‌ها. قدم بعدی اینه که ما همین حالا داریم تو اروپا، در واقع در شهر استیونیچ بریتانیا، سطح نوردی رو طراحی می‌کنیم که قراره به مریخ بره و دنبال اون یکی روی سطح سیاره بچرخه و این نمونه‌ها رو جمع کنه. مطمئنم تا به مریخ برسه یه اسم بامزه هم براش انتخاب کردیم.
190 وقتی همه نمونه ها رو جمع کرد، اونا رو تو ظرفی به اندازه یه توپ بیسبال قرار میده. سپس این ظرف ها توسط 190 به فضا پرتاب میشن و فضاپیمای بازگشت به زمین ما اونا رو میگیره و به خونه برمیگردونه. یعنی قرار شاهد یه بازی بیسبال جانانه تو فضا باشیم تا بعدش این نمونه ها به زمین آورده بشن. فرستادن یک فضاپیما به مریخ دستاورد بزرگیه، اما این مأموریت‌ها تازه اول کارن، چون اکتشاف، بازگرداندن نمونه‌ها و گردآوری اطلاعات بخش‌هایی هستند که هنوز دست نخورده باقی مونن و هر کدوم خطرات خودشون رو دارن. خونه نشینی مشکلات خودشو داره، یا به این علت که خیلی از هم دوریم یا به این علت که خیلی کنار همیم. اما یک اپ هایی هست که برخی از این مشکلات رو میتونن حل کنن. من و الکس الان 10 ساله با همیم. در حالت عادی کلی ماجرا با هم داریم. اما تو شرایط خونه نشینی هر روز و تمام روز داریم یه چیز رو تجربه میکنیم. این اتفاق وقتی افتاد که اجاره نشین بودیم و یه خونه اجاره کرده بودیم و میدونستم که اجاره ماه بعد رو نداریم. والدین جس یه خونه دارن و به ما لطف کردن و گذاشتن تا وقتی لازمه اونجا بمونیم. اینطوری تونستیم دوباره روی پای خودمون بیستیم. برای همین از شروع خونه نشینی کنار هم بودیم و اصلا از هم جدا نشدیم. کار به جایی کشید که حتی نفس کشیدن هم برای اون یکی مزاحمت ایجاد میکرد. همیشه و خیلی زیاد تو دست و پای همدیگه بودیم. این وضعیت شاید خیلی تیره و تار به نظر بیاد، اما یه اپی هست که میتونه توی حفظ روابط بهتون کمک کنه. اپ پرد پارسال با یک نسخه پایه و یک نسخه برتر که پولیه راه اندازی شد. هر روز یه موضوع بهتون میده تا راجع بهش حرف بزنید. تا وقتی جواب خودتون رو نداده باشید نمیتونید جواب همدمتون رو ببینید. اینطوری تشویق میشید راجع بهش صحبت کنید. در عمل یه جور گیمیفیکیشن یا بازیوار سازیه و هدفش اینه که شما رو وادار کنه همدیگر رو بهتر بشناسید و از احساسات هم مطلع بشید. باعث ایجاد پرسش میشه، باعث میشه سوال کنید، باعث میشه حرف بزنید، از نقصاتون میپرسه. یادتون میاره که نقاط مشترک بسیار بیشتری دارین و پیش از بچه دار شدن از کنار هم بودن لذت میبردین. چون وقتی بچه کوچیک دارین خیلی راحته که با هم فقط راجع به بچه‌ها صحبت کنین. تام با مسئله فلج مغزی درگیره و فشار ناشی از خونه نشینی باعث شده بیشتر از حالت عادی رنج بکشه. این مسئله و باقی محدودیت ها باعث شدن که نتونه در طول بارداری جس همیشه پیشش باشه و کمکش کنه. سابقه خانوادگی ما متفاوته و من خیلی به خانوادم نزدیک نیستم. برای همین اون به نظر من عجیب می اومد و من هم به نظر اون عجیب بودم. من بازی کامپیوتری خیلی دوست دارم. کامپیوتر، پلی‌استیشن، ولی برای جس قابل درک نبود. البته در واقعیت مشکلی با امتحان کردن نداره. باعث شده همدیگر رو درک کنیم. وقتی چیزی رو درک میکنین دیگه ناراحتتون نمیکنه. این اپ سطح مکالمات الکس و فلیشیا رو بالاتر برده و حالا میدونن که توی خونه نشینی چه کارهایی میتونن برای هم انجام بدن. به نظرم وقتی تازه با کسی آشنا شدین کلی حرف فلسفی و نظری دارین که با هم بزنین. مثلا اگه فلان اتفاق افتاد چی کار میکنین؟ یا قبل از مردن چه غذایی دوست داری بخوری؟ یادم این سوال رو از الکس پرسیده بودم. براستش دوباره درگیر چنین مکالماتی شدم به خودی خود ممکن نیست و یه چیزی باید حالتون بده. معلومه که یه سوال تصنعیه، ولی باعث شد که یادم بیفته تو طول هفته اصلا برای فلیشیا و بچه ها غذا درست نکردم و یه جورایی باعث شد وقت بذارم و آستین بالا بزنم. اما چرا باید فناوری رو جانشین عقل سلیم کرد؟ زوجها همیشه باید رو روابطشون کار کنن، وگرنه رابطه راکد و حوصله سربر میشه و ممکنه حتی به جاهای باریک بکشه. این اپ نگاهمو عوض کرد و از تأثیر این اتفاق خوشم اومد. اگه سوال رو جواب ندم یا خود اپ یا جس وادارم میکنن که جواب بدم. راستش نمیدونم بدون جس کجا بودم و دوستم ندارم بدونم. حالا دیگه بچه دار شدیم و از اینکه با همیم و یه خانواده ایم خیلی خوشحالم.
این فقط یکی از چندین اپلیکیشن موجود در بازاره که داره به زوجها کمک میکنه تا بیشتر با هم حرف بزنن. یکی دیگه‌شون اپ توکانه که مدعی میتونه نبض رابطتون رو بگیره، تفسیرش کنه و یک سری ابزار کاربردی در اختیار زوجها بگذاره. یه نمونه دیگه هم بیتوین آسه که اخیراً توسط یک سازمان مشاوره خانواده به نام تابستوک ریلیشنز راه اندازی شده. گفته میشه که یک مقدار عمیق‌تر به مسائل نگاه میکنه تا زوجها بتونن به ریشه مشکلاتشون پی ببرن. اما آیا این اپ‌ها واقعاً میتونن به حل مشکلات عمیق‌تر روابط کمک کنن؟ این اپ‌ها برای ترغیب به حرف زدن خیلی خوبن، اما نمیتونن به شما بگن چطور این کار رو بکنین و نمیتونن جای مشاوری رو بگیرن که واقعاً توی اتاق حضور داره و میتونه انرژی موجود در رابطه رو حس کنه و مثل یه مربی به زوجها کمک کنه به خودشون برسن و نحوه معاشرتشون رو بهتر کنن. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. امیدوارم که سال جدید اتفاقات خوبی براتون بیفته و سرشار از شادکامی و بهروزی باشه. تیتراژ پایانی کلیک یه مقدار متفاوت از بقیه برنامه‌های ماست. موسیقیش کار یکی از مخاطبان خوش‌ذوق ماست به نام آرمان جنگ‌میری. نوروز پیروز و بدرود.